بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام آرزو دارم جور صدمن باشین شاگرد از نازنین تاریخ هفته تقیب میکنیم در سای شب الکچر افتام که در سیازده همه کتابتان باشه رسیدیم عنوان دولت های مستقل یونان باختری در رسم شما میبینید دیگه سکه ضرب زده شده سکه یونانی است در رسم که تاریخ پول باز به خیر می میفهمین چی رقم با وجود آمد در اول تبادلی جنس با جنس بود یک نفر چهار تا مرغابی شکار کرده بود یک نفر گوسفند تبادله میکرد بعدش باز استخوان حیوانات بعدش باز مثلا فلزات به پول بود باز تا سکه ضرب زده شد باز تا که به پول کاغذی و تالی صحبت سر پولای دیجیتال است به هر صورت دوستای نازنینم ببینیم چی گفته قبلا مطالعه کردیم که قلم رو امپراتوری اسکندر در میان قماندانان یونانی تقسیم گردید وقتی اسکندر ملاریا کشت قماندانش تقسیمات کردند سلوکیدی های یونانی نیز قسمتی از امپراتوری اسکندر را در اختیار داشتند آنها شام و مربوطات آن را اداره میکردند سولوکیدها سلوکید ها شخصی به نام دیویدیس, دیویدیس اول را به والی باختر توضیف نمودند موسو بعد از رسیدن به با باختر استقلال باختر و سغدیان سغدیانه را اعلان کرد دوران و دیودیتس بین سالهای 245 تا 230 قبل از میلاد بود و بعد از او دیودیتس دوم امور اداره باختر را در دست گرفت موصوب با دولت تازه به استقلال رسیده اشکانیان روابط دوستانه برقرار نمود زیرا هر دو دولت جدید برخلاف سلوکیت های شام یعنی سوریه بودند. اوتیدیوم مقتدرترین شاه دولت یونان باختری بود که در دوران حکم روایی خیش حجوم سلوکیت های شامی را دفع و با مصالحه و مدارا عقب زد موصوف قسمت های جنوب اندوکش را بدون جنگ از سلطه دولت اند آزاد ساخت در قسمت های غربی تا حدود توس پیشرفت کرد کاشغرستان در شمال و بلوچستان در جنوب را نیز به افغانستان آن زمان ملحق ساخت در این در امین دوره بود که باختر به نام هزار شهر را در جهان آن زمان کسب نمود که باختر نام هزار شهر شای دیگر یونان باختری دیمتروس نام داشت موصوف تا سند و نزدیک پنجاب پیشروی کرد درست شد دوستای نازنین وقتی که اسکندر مرد تقسیمات قدرت شروع شد یک قسمت زیاده سلوکیت ها گرفتن و کی را اینا باعث والی باختر توضیف کردن دیویدس اول اولی یادم چی کرد برای خود استقلال اعلان کرد و خود حاکم اعلان کرد و به تقیب از او باز دیویدیس دوم دو اداره باختار را به دست گرفت و با دولت اشکانیان که شکل گرفته بود رابطه دوستانه برقرار کرد و یکی از شاه های مقتدر امی شاه یونان در باختر که دولت یونانی باختری جور شده بود یوتیدیوم بود که از حجوم سلوکیت هام جلو گری کرد و همچنان یک قسمت جنوب اندوکش است، اندیهام آزاد ساخت و افغانستان همو زمانه بزرگ ساخت و در وقتش باختر نام ازار شهر بر خود گرفت شای دیگه هم دیمتروس بود که تا سند و نزدیک دریای پنجاب پیشرفت کرد و اندوستان شمالی را تا کناره های گنگا تسخیر نمود تا دریای گنگا سرحدات امپراتوری یونان باختری از دشت های ایران که ساعت مرکزی ایران موجود است الا اوزی گنگا و از اوزی سیهون و جیهون تا بحر هند کشیده شده بود این کلان بود وقت فتوحات شاهان یونان باختر الا سالهای 175 قبل از میلاد ادامه داشت ایوکراتیت شاه دیگر یونان باختری بود موصوف والی هایی را در امپراتور خیش مقرر نمود که زمین دولت های مستقل را در این با وجود آورد. از زمان به رسیدن ایوکراتید سقوط دولت و امپراتوری یونان باختری آغاز شد از پیش خراب شد. از یک طرف عملات تشکانیان در غرب امپراتوری و از جانب دیگر قبایل ستی در داخل کشور پروسی از بین بردن و سقوط دولت های مستقل یونان باختری را مساید ساخت. دولت یونان باختری در سال 135 قبل از میلاد مرکز خیش را از بلق به بگرام انتقال داد و مسئله تا جایی رسید که در 70 سال قبل از میلاد اول ساک ها در جنوب افغانستان به قدرت رسیدند و بعدا شاخه از قبایل سیتی ها که به نام یوچی شهرت دارند بلخ را تصرف کردند و سلسله دولت های یونان باختری را سقوط دادند یوچی ها که در تاریخ افغانستان قدیم به نام کوشانیان معروف هستند امپراتوری بزرگی را به وجود آوردند که در درس 13 همان را به تفصیل خواهد خواندیم این اینجا شما یک تصویر می بینین هریپوکرات نامش از الهه یا خدای خوشی یونان بود که در گنجینه بگما میره کشف کردند. به نان یک سوال برتان میارم در مورد دولت یونان باختری معلومات دهید این چهار به حال شما هم قدر از اینا یاد بگیرین باز داینده دا برای روش های مختلفی در ها را سبت خواد کردیم خب درس دوازده هم چون به ادامه از درس هست پیش میریم دوستای نازنینیم مشخصات هنری فرهنگی دوران یونان باختری خب شکی نیست که همزمان با حجوم نظامی اسکندر با ساکر یونانی هنرمندان دانشمندان و سایر اهل پیشه نیز به سرزمین های مفتوع از جمله افغانستان آمدند وقتی اسکندر املکت باز اون هنرمندایشان هم شاعرایشان هم اینا می آمدند. ای ایجادات و ابداعات این هنرمندان با فرهنگ سرزمین های شرقی به خصوص مردم قدیم افغانستان یکجا شده و سبقه افغانی را به خود گرفت ایجادات یعنی چیزی که ایجاد میکردن ابداع چیز نو خلق میکردن که فرهنگ ما یکی شد یک چیز نو جوشت از بیشش. و از اقتصادی دوران یونان رو باختری رشد مناسب داشت روابط تجارتی پیشه های متنوی سنتی مالداری آبیاری انکشاف قابل ملاحظه کرد یوتیدیوم سکه های ساخته شده است طلا و نقره را به نام خود ضرب نموده است که نمایندگی از وضع خوب و مناسب اقتصادی زمانش می نماید چون تق طلا داشت راه های تجارتی باز گذاشته شده بود و امنیت راه ها کاروان کاروان را تامین می گردید ساحات مختلف کشور به وسیله والیان به وسیله والیان که غالبا شاهزادگان بودن اداره می شد ادامه حاکمیت شاهان یونان باختری برای مدت تقریبا 140 سال اثرات بزرگی بر مزج و ترویج فرهنگ جدید بر جا گذاشت که از جمله می توان به ترویج صنایع مختلف ایجادات هنری زبان رسم الخط و جنبای دیگر فرهنگی یاد کرد این همه اثرات فرهنگی در سر تا سر قلمرو و امپراتوری یونان باختری با عناصر محلی یکجا شد و فرهنگ خاصی را با وجود آورد که به نام مدنیت یونان باختری در قدیم شهرت یافته است یک سوال اگر در مورد مدنیت یونان باختری معلومات دهید معلومات دهید شما میگین که وقتی اسکندر عمله کرد افغانستان فتح کرد و نرمنده هم سنت پیش هم داخل کشور شدن و با آثار اونری و کارهای که قبلا اینجا بود ترکیب شد و در زمان از اینا تجارت بسیار خوب بود و یکی از شاههایشان به نام یوتیدیم در طلا بر خود سکه ضرب زد و 140 سال تقریبا حاکمیتشان ادامه داشت در یکی از کتیبه های دوران یونان باختری که در ای خانم به دست به دست باستان شناسان رسید چنین میخوانیم چی نشته در زمان طفلیت تربیه خوب بگیر سعی کنید در به این موضوع متوجه شده در جوانی با خواهش خش آکم باش یعنی هر چی دلت گفت نکن در پخته سالی راست کار باش در پیری اندرزدهنده دهنده باش دیگار را یاد بتی از چیزایی که یاد بتی. در روزهای واپسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس بمری یعنی خوب که فعالیت کرده بودی دیگه مردن آسان میشه بدون افسوس بمیری آسان بمیری جگر خون نباشی دگه دوستای نازنینم امی پیامکش خوبیش بود گوش بینین بر درس به درد امروز ما و شما میخوره در زمان طفلیت تربیه شویم در جوانی بر خواهش خدا کم باشیم امیال دادتان میگه بریم چکر بریم فوتبال بریم برسیال بگونه درس میخورم در پخته سالی راست کار باش خدمتگار وطنت باش د دستت میرسه در پیری نصیحت کو از تجارب دیگاره و در روز آخر راحت بمیره چون کاری که باید کلی اثرات یونانیان در امور ساختمانی و عمرانی نیز محسوس بود عمرانم هم ساختمان مانند تعمیر ساختمان مراکز اداری و نظامی خیش رامدتن در مقاطع دریاها می ساختن نزدیک دریا آب باشه نمونه ها این گونه عمرانات را در بقایای بکران و ای خانم دیده میتونیم در ساختمان ها شیوه تدافی مد نظر گرفته شده برج ها قله ها که دفاع بتانن از خود برج های مراقبتی خندق های دفاعی و های گوناگون را در ساختمان ها مد نظر می صد دیوار خندق چقری ها میکندند بقیده مورخین نفوذ یونانی ها تا قرن هفتم میلادی در افغانستان دوام کرد تا چه وقت تا هفتم میلادی پیش از میلاد شروع شد تا هفتم میلادی دوام کرد این اثرات عمدتا در بخش رسم الخط و چشمگیر بود کتیبه های متعدد که در نقاط مختلف بدست آمده این ادعا را تایید می کند هنر مجسمه سازی رسامی و نقاشی بر ظروف شی اشکال و تیپ های یونانی در ساختمان ها و عمرانات تا زمانه های زیادی در افغانستان قدیم معمول بود تقریب می شود. خلاصه این که در مدت تقریبا 140 سال اقتدار شاهان یونان باختری که جمعا 36 تن از پادشاهان و یک ملکه از این سلسله در افغانستان و این قدیم حکومت اما آنها به توسعه فرهنگ و کلتور یونین در سرزمین باختر و این پرداخته ها. سی و نفرشون پادشاه شد باید باید داشت که فرهنگ یونانی ها به صورت تغییر ناخورده در این سرزمین و رواج نشده است بلکه با کلتور و فرهنگ سرزمین افغانستان قدیم یکجا شده و نوی جدید از فرهنگ را به میان آورده که به نام مدنیت یونان باختری یاد میشه این خالص نمون رنگ بوی را بر خود گرفت نازنینم در درس بعدی بخیر در مورد کوشانیان صحبت میکنیم از توجه تان یک جان سپاس خدا روی و باد سربلند و پیروز و کامکار باشید